آقای صدرات، گزینه‌ای که شما پیشنهاد میکنید چی هست؟ به نظر شما آیا جنبش زن زندگی آزادی اساساً زمینه همبستگی و ملی رو فراهم کرده یا نه؟ و برای رسیدن به این همبستگی ملی احزاب و گروه‌های سیاسی چه راهی پیش رو دارن؟ خیلی کوتاه در حد 2 دقیقه لطفاً. به پایان این برنامه در حال نزدیک شدن هستیم. گزینه قانون اساسی بر اساس حقوق پنجگانه بسیار ساده است. من پهلوی هراس نیستم جناب آقای صوفی، این آقای محمد رضای پهلوی هم که ضد زن هستن، از خانم فرح پهلوی دیبا بپرسید موقعی که باربارا والترز با آقای محمد رضای پهلوی مصاحبه میکرد، ایشون گفتش که زنا حتی یک آشپز هم یک آشپز خوبم به جامعه ارائه نکردن. ایشون رفته، خدا رحمتش کنه، کاری هم به اون نداریم. ولی الان من دارم در مورد آقای رضای پهلوی که شما میگید که محوریت مرجعیت سیاسی با یک همچی به اصطلاح پیشینه‌ای که بخواد خودش رو رفع بده شاهزاده بکنه، این به ضررش تمام میشه. من فقط همین، داریم راجع به یه چیز دیگه الان دو صحبت میکنیم، شما پیش کشیدید، منم دارم میگم اینو نگید آسه برنده. ببینید شما الان جوان هستید، میتونید در این سن سیاسی خودتون، در سن کاری خودتون رو وصل نکنید. این آس اصلا پهلوی هر، من هیچ ترسی ندارم از آقای پهلوی، مردم ایران هیچ ترسی ندارن از آقای پهلوی. اون شعاری که گفتین در داخل ایران داده شد، اولین باری که گفتن رضا شاه روحت شاد توی مشهد بود، آقای رئیسی داماد آقای علم الهدی برای تخریب آقای روحانی که رئیس جمهور بود اون موقع، این شعار رو در یک گروهی در مشهد سر داد. آقای صدرات، خیلی کوتاه، کمتر از یه دقیقه، پیشنهاد شما به اون چیزی که به آقای صوفی عامر، آس شما چی هست برای اینکه بخواید رو بکنید در راستای همبستگی ملی؟ بله، ببینید ایشون فردگرا هستن، بسیار اینجوری هستن. ببینید میگن 200 متر نیست، 2 ماراتونه. ایشون که 200 سانت دارن راجبش صحبت میکنن، 100 متر هم نیست، 2 ماراتون هم نیست. حقوق مداری، مردم سالاری، آدم، یک انسان همیشه میتونه و باید تلاش کنه که حقوق مدارتر و مردم سالارتر بشه. چطور؟ من میگم این رژیم رو نمیخوام. ما ایرانی ها میدونیم که چی نمیخوایم، ولی باید بگم که چی میخوام. چی میخوام؟ میخوام یک قانون اساسی پیشنهاد بکنم. پیشنهاد دارم میکنم به مردم ایران به عنوان گزینه. آقای صوفی توی دستشون، آس برندهشون آقای رضای پهلویه. محدودیت دید رو ببینید چه جور هست. ممنونم. اگر که این 50,000 تا که اضافه شده به این رای، پس فردا آقای رضای پهلوی بیاد بگه اینم مثل فرشگرد گیت و مثل نمیدونم ققنوس گیت و مثل توییت گیت، این وکالت گیت هم از بین رفت، اون وقت خب ایشون برای آینده خودش چیزی در نمیذاره. ولی اجازه بدید صحبت آقای صوفی عامر رو بشنویم، کمتر از 1 دقیقه. آقای صوفی عامر، خواهش میکنم صحبت پایانی شما. متاسفانه نگاه ایشون از بالا به پایینه، یا جوونن یا منحرفن یا نمیفهمن. این نگاه درستی نیست. مردم ایران احتیاج به قیم ندارن و از دل این قیم معابی دموکراسی در نمیاد، لایسیته در نمیاد، همبستگی ملی در نمیاد، آلترناتیو در نمیاد، راه حل در نمیاد. اما غر زدن و البته انتقاد که چه اصلا خردگیری از توش در میاد. اون چیزایی که ایشون گفتن شعاره. شعار احتیاج داره این تبدیل به استراتژی بشه، تبدیل به هدف گذاری بشه، تبدیل به ساخت سازماندهی بشه، مرجعیت سیاسی ساخته بشه. من گفتم مرجعیت سیاسی متکثر، متاسفانه ایشون حرف من رو تحریف کرد و گفت که ایشون فرد محوره. نه، من نلسون مندلا فرد بود، گاندی فرد بود، چون که خمینی رو اون جامعه 57، اون نسل 57 بر ما تحمیل کرد، دلیل نمیشه که هر ریسمان سیاه و سفیدی مار باشه. نه خیر، اون نسل اشتباه کرد، خمینی اشتباه کرد،